سلام دوستان خوش اومدید به کلاس درس خب بیایید با هم دیگه بحث در مورد جداسازی متغیرها و اهمیتش رو ادامه بدیم توی ویدوهای قبلی اولین اهمیت جداسازی متغیرها رو در موردش صحبت کردیم گفتیم که اهمیتش توی این هستش که وقتی جداسازی متغیرها رو انجام میدیم جوابهایی که برای مدل شرودینگر به دست بیاریم حالتهای ایستای یک ذره رو توصیف می کنند حالت های ایستا که حالت ایستا گفتیم چی هستش؟ حالت هایی هستند که توش مقدار متوسط تمامی خواص فیزیکی قابل اندازه ذره مون ثابت هستش و با زمان تغییر نمیکنه. خب دوم این اهمیت جوابهایی که از جداسازی متغیر ها به دست میاریم این هستش که این جواب ها حالت های دارای انرژی مشخص رو توصیف می کنند دارای انرژی مشخص را توصیف میکنم خب ببینیم که اصلا منظورمون از این جمله ای که اینجا نوشتم چی هستش برای اینکه منظور ببینیم چی هستش اول یه یادآوری از مکانیک کلاسیک باید بکنیم برای خودمون توی مکانیک کلاسیک میدونیم که انرژی کل هر ذره برابر با مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل اون هست و به انرژی کل معمولا توی مکانیک کلاسیک همیلتونی گفته میشه پس انرژی کل یک ذره انرژی کل معمولا بهش همیلتونی گفته میشه در مکانیک کلاسیک که این همیلتونی برابر با چی هستش اون رو با اچ نشون میدیم برابر با مجموع انرژی جنبشی زرمون که یک دومه ام ویدو هستش جرمش در سرعتش به توان دو به علاوه یه انرژی پتانسیلش که با وی X نشونش میدیم پس فعلا داریم توی مکانیک کلاسیک صحبت میکنیم یادمون باشه و فرض کردیم که خب انرژی پتانسیل هم مستقل از زمانه و فقط تابعیت مکان داره خب و همچنین میدونیم که تکانه ذره P برابر هستش با حاصل ضربه جرمش در سرعتش توی مکانیک کلاسیک بنابراین ما میتونیم این همیلتونی زرمون رو به صورت تابعی از مکان و تکانش بنویسیم که البته قبلا هم در مورد این بحث کرده بودیم که هر خاصیت هر متغیر فیزیکی ذرات توی مکانیک کلاسیک میشه به صورت تابعی از مکان و تکانه نوشتش خب پس برای انرژی یا همیلتونی ذرمون چی داریم این یک دوم این MV2R رو میشه نوشتش بر حسب تکان و مکان به صورت پی دو روی دو ام اینا خیلی راحت میتونید برای خودتون نشون بدید که پی دو روی دو ام همین یک دوم ام وی دو میشه با این تعریف پی مساوی ام وی به علاوه انرژی پتانسیل هم که دستش نمیزنیم به صورت همون وی ایکس می نویسیمش. پس همیلتونی زرمون زر توی مکانیکی کلاسیک هست پی دو روی دو ام به علاوه یه وی ایکس. خب حالا اگر خاطرتون باشه توی ویدیوهای قبلی با هم دیگه بحث کرده بودیم که ما وقتی یک متغیر کلاسیک داریم برای ذرات مثل مثلا همیلتونیش که بر حسب مکان و تکانه نوشتیمش برای یک ذره کوانتومی میشه عملگر همیلتونی مثلا تعریف کرد یا عملگر اون متغیر خاص رو تعریف کرد پس توی مکانیک کوانتومی آنچه که داریم چی هستش در مکانیک کوانتومی ما عملگر همیلتونی خواهیم داشت عملگر همیلتونی این عملگر همیلتونی رو برای یه چطور باید پیدا بکنیم میایم چیکار میکنیم میایم به جای مکان و تکانه ذره توی این عبارت عملگر مکان و عملگر تکانه رو قرار میدیم عملگر مکان که خود مکان هستش یعنی عملگر x خود x هستش اگر توی تابع ضرب بشه و عملگر تکانه رو قبلا با همدیگه به دستش آوردیم چی هستش عملگر تکانه هستش h بار روی i ضرب در مشتق جزئی یعنی روند به روند x یعنی هر جا توی این عبارت P داریم به جش. این رو میذاریم هر جا x داریم میذاریم عملگر x که خودش هست باشه خب اگر که این جایگذاری رو انجام بدیم عملگر همیلتونی ما که من با اچ کلاهدار یا اچ نشونش میدم اچ برابر با چی میشه این جایگذاری اگر انجام بدید به جای پی بذارید H بار روی آی در روند به روند می میبینید که عملگر همیلتونیمون میشه چی میشود منفی H بار دو روی دو ام در روند دو به روند x دو یعنی مشتق جزئی دوم نسبت به x به علاوه یه وی x که این بار این وی x با این v x اینجا فرقش چیه این دوتا که قیافشون عین همه فرقشون اینه که این x اینجا مکانه و این ایکس اینجا عملگر مکانه اما عملگر مکان با خود مکان یکیه در نتیجه این دوتا وی هم دقیقا انرژی پتانسیل و هیچ فرقی با هم دیگه ندارن خب اما این جمله اول به جای پی دو روی دو ام به جای تکانه اومدیم عملگر تکانه رو گذاشتیم واسه همین عوض شد شد من اچ بار دارو دو ام در روندو به روند ایکس این پس عملگر همیلتونی ما هستش یا در انگلیسی همیلتونیان بهش میگیم یا عملگر همیلتونی سی سیستممون هستش خب این عملگر همیلتونی رو اگر نگاش بکنید یه خورده احتمالا ظاهرش خیلی براتون آشناه برای اره اینکه یادتون بیاد احتمالا کجا دیدینش من معادله شرودینگر مستقل از زمان رو اگر اینجا براتون بنویسم کاملا احتمالا یادتون میاد که این همیلتونی رو عملگر همیلتونی رو کجا دیدید معادله شرودینگر مستقل از زمان اون چی بود؟ بود منفی اچ بار روی دو ام در دی 2 سای کوچیک به دی 2 به علاوه وی در سای کوچیک مساوی هستش با ای در سای کوچیک درسته خب اگر سمت چپ این معادله رو نگاه بکنید میبینید که دقیقا هست عملگر همیلتونی که عمل کرده روی تابع سای کوچیک و دقت کنید که مشتق جز این نسبت به مکان یعنی روند دو به روند x دو چون این تابع سای کوچیک فقط تابع x هستش به صورت مشتق عادی در میاد براش یعنی مشتق جزیش نسبت به x با مشتق عادیش نسبت به x یکسان هستش بنابراین معادله شرودینگر مستقل از زمانمون رو خیلی راحت میتونیم به صورت اچ در سای مساوی با ای سای بنویسیم که سمت چپ معادلمون این اچ یک عملگر هستش که روی یک تابه داره اثر میکنه و اون عملگر برابر هستش با این چیزی که اینجا نوشتیم منفی اچ بار دو رو دو ام روندو به روند ایکس دو به علاوه وی و سمت راست این ای که اینجا داریم این یک عدد هستش یک ثابت هستش پس این مهمه این ور عدد داریم یا ثابت داریم این ور چی داریم؟ این اچهت یک عملگر هستش پس معادله شرودینگر مستقل از زمان رو خیلی خلاصه و راحت میشه به صورت اچهت در سایت مساوی ای در سای نوشت که این سای هم سای کوچیک هستش یعنی سای فقط تابع ایکس هستش خب حالا ببینیم که این چه فایده ای داره این شکلی که ما اینجا نوشتیم ما اینجوری که نوشتیم این سایمون و این عملگر سای رو که به دست آوردیم میتونیم متوسطش رو حساب بکنیم قبلا با هم دیگه دیدیم که هر عملگری که داشته باشی مقدار متوسطش رو چطور به دست میاریم خیلی راحت یعنی متوسط عملگر همیلتونیمون متوسط اچبارمون مساوی می شود با که البته این عملگر همیلتونی قراره چی رو به ما بده متوسطش قرار متوسط انرژی رو به ما بده دیگه چون از اینجا شروع کردیم که توی مکانیک کلاسیک انرژی کل سیستم می شود مجموع جنبشی و پتانسیل که با همیلتونینش نش... می نویسیمش اسمش رو میذاریم زاریم بعد اومدیم H رو تبدیل کردیم به عملگر همیلتونی توی مکانیک کلاسیک و مقدار متوسط این عملگر همیلتونی باید متوسط انرژی ذره ما رو در آنی که کوانتومی به ما بده حالا بیاد حسابش بکنیم ببینیم متوسط انرژیش چقدر هستش چطور قبلا با هم دیده بودیم که حساب میکنیم متوسط یک عملگر رو مییایم ساندویچش کنیم بین تابع موج و مزوج مختلف تابع موج یعنی این ورش میذاریم سای بزرگ ستاره دقت بکنید که تابع موجمون کل تابع موج هست تابع موج کامل هستش یعنی سای بزرگ x و t که مساوی هستش با سای کوچیک x در فی t اون چیزی که باید بذاریم پس تابع موج کامل هستش نه سای کوچیک فقط خب سای بزرگ ستاره ضرب در عملگر همیلتونی که اثر میکنه روی خود سای و میایم ازش انتگرال میگیریم دی ایکس خب اما اما میدونیم که چی چون جداسازی سازی متغیرها کردیم این سای بزرگ رو میشه نوشت چی میشه نوشت سای کوچیک ایکس ستاره ضرب در ای به توان مثبت آی ای تی روی اچ بار در عملگر همیلتونیمون ضرب در تابع سای میشه چی؟ میشه سای کوچیک x ضرب در ای به توان منفی آی ای تی روی اچ در x دی ایکس. خب دقت بکنید که این عملگر همیلتونی ما که اچبار این وسط ه... اشحت این وسط هستش که اینجا نوشتیمش هیچ چیز تابعیت زمانی نداره پس اگر توی این تاب سمت راستش اثر بکنه به این تیکه ای به توان منفی آی ای تی روی اچ بار که تاب زمانه هیچ کاری نداره عملگر همیلتونی مونو اینو دستش نمیزنه هر تغییری بده روی سای میده چون همه چیش توش فقط ایکس داره خب پس این دست نمیخوره و میاد همینطوری ضرب میشه توی این ای به توان مثبت آی ای تی روی اچ بار که قبلا با هم دیگه دیدیم این دوتا جمله اگر تو هم ضرب بشن برابر میشه با یک پس این دوتا رو میشه کلا خط زد چون حاصل ضربشون برابر با یکه بنابر این متوسط عملگر همیلتونی ما برابر با چی میشود برابر میشود با انتگرال سای کوچیک ستاره در همین در سای کوچیک دی ایکس اچ در سای در دی خب اما یه نکته جالب اینجاست که معادله شردینگر مستقل از زمانمون میاد تو کار چون میدونیم که اچ در سای کوچیک مساویه ای در سای هستش پس برابر خواهد بود با متوسط همیلتونی برابر خواهد بود با چی؟ برابر خواهد بود با سای ستاره در ای در سای اما این ای در سای الان دیگه ای یه عدده که داره تو سای ضرب میشه یه عدد ثابت رو میتونیم از انتگرال بیاریمش بیرون پس برابر میشود با ای در انتگرال سای ستاره در سای که میشه نوشتش اندازه سای به توان دو دی ایکس درسته؟ اندازه سای کوچیک به توان دو رو توی ویدیو قبلی اگر یادتون باشه نشون دادیم که برابر هستش با اندازه سای بزرگ x و به توان دو یعنی این برابر هستش با ای در انتگرال اندازه سای بزرگ به توان دو به توان دو دی که این هم چون تابع چگالی احتمال زرمون هست به توان اندازه سایب توان دو وقتی رو کل x ها مثلا از منفی بی نهایت این حدود هم من ننوشتم همه منفی بی نهایت تا بی نهایت بود انتگرال بگیریم برابر با یک می شود. پس داریم ای ضرب در یک که مساوی با خود ای هستش پس متوسط انرژی کل انرژی زرمون برابر با این ثابت ای هستش این متوسط انرژی زرمون هستش خب پس علکی نبود که اسم این ثابت رو از ابتدا که داشتیم جدا سازی متغیرها ها می کردیم اسمش رو گذاشتیم ای چون ای مخفف انرژی هم هست پس این متوسط انرژی زرمون برابر با ای هستش خب بنابراین ذره حالت هایی که یا بهتر بگیم توابع موجی که برای ذرمون از روش جداسازی متغیرها به دست میان حالت هایی از اون ذره رو توصیف میکنن که توش متوسط انرژی ذرمون با برابر با این ثابت ای هستش که این ثابت ای هم همون ثابتی هستش که توی معادله شرودینگر مستقل از زمانمون ظاهر میشه اما علاوه بر این که متوسط انرژی زرمون برابر با ای هستش توی ویدیو بعدی بهتون نشون خواهم داد که واریانس انرژی ذراتی که با این تابع موج توصیف میشن تابع موج جداسازی شده توصیف میشن واریانس انرژی هم براشون صفر هستش یعنی نه تنها متوسط انرژی برابر با ایه بلکه اگر یک تعداد زیادی از این ذرات رو داشته باشیم با تابع موج یکسان انرژی برای همشون دقیقا برابر با ای هستش و واریانس انرژی توی اون ذرات برابر با صفر هستش اما این بحث بیشتر رو بذارید توی جلسه بعد با هم دیگه بکنیم که این ویدیو زیاد طولانی نشه توی کلاس درس بعد میبینمتون خداحافظ